ملعت بطونکم به مال الحرام. چجوری حرام خور شدن؟ اول توجیه. چجوری اشراف گریشم مسجدمون رو خوشگل کنیم؟ آقا هیئت، طرف میخواد یه کارایی بکنه برای اینکه بتون کاراش پیش بره، برای اینکه اون کاراش بتونه پیش بره. آره چارتم به مساجدم حال میده، به هیئتام حال میده. حالا اینم مدیون کنیم، اونم مدیون خودمون کنیم، کارامون هم پیش میره. به چه قیمتی؟ مگه ما قرار نبود بیستیم در مقابل تمام آنچه که ظواهر و مظاهر کفر و شرک و اینها بود؟ تو این مسیر باید اینا رو هی به آقا تو مسیر آقا ول کن، پذیرایی شدی باشه، کلر به ناس پایین بیا جلو، باز گشنچا سر بیار بالا، ندوزده فکر ذهن تو. من اگه این حرف رو میزنم چون خودم این مسیر اومدم تا اینجاش، هر سالم تقریبا میام، سعیم برای کل مسیر رو برم، اگه یه تیکش بمونه ماشین میگیرم میرم سر همون تیروای میستم بقیهشو میام. سخنرانی داشتم نتونستم برسم، سریعتر اومدم برمیگردم بقیهشو میرم. اینا لطف دارن، دارن از ما پذیرایی میکنن، دمشون هم گرم، ماجورم هستن، اما دلیل نمیشه که دیگه ما قدم به قدم نتونیم برداریم. که اینا تو مسیر باید بهش فکر کنیم. ایشون آقا الان اون الان من چیا دارم تو زندگی ممکن من از امام حسینم جدا کنه؟ چیا دارم من ممکن از این جاده بندازم بیرون؟ نقطه ضعفم کجاست که اگر یه ابن زیادی پیدا شد دست بذار روش میترسم خراب میکنم؟ زنمه، بچمه، پولمه، ترس از زندان دارم، از چی دارم؟ خداوند متعال یقین بکنید شما رو با این ترس هاتون مواجهه خواهد داد، مواجهه میده که حجت بر شما تموم بشه و ترست بریزه. بگی آقا من سکوت کنم در مقابل این هنراف؟ خب اگه سکوت نکنم اخراجم میکنن. میگی به جهنم؟ نه خب بابا، میگه اینجا باید تقیه کرد، اینجا دیگه باید تقیه کرد. به خدا امام حسین اگر لازم بود 100 تا دلیل داشت، قشنگ میتونست از این دلایلی که ما سر هم میکنیم که با یزید نجنگه. حضرت عباس 50 تا دلیل میتونست بتراشه که برای اینکه امان نامه رو قبول کنه. آقا ما که امام حسین گفته هممون کشته میشیم دیگه، ها اینجا وعده رو داده تمومیم همینجا. بذار من امان نامه رو قبول کنم، من نقشه دارم برای اینا، زنده بمونم بعدن یه سپاهی جمع میکنم بعدن ها میان. آه شروع کن بساز، کاری نداره عزیز من. یه خورده واقعی ببینید تاریخ رو. تاریخ اون موقع همون آدمایی که اون موقع بودن مثل من و شما بودن، حب داشتن، بغض داشتن، هوس داشتن، شهوت داشتن، طمع داشتن، ترس داشتن، خوف داشتن، رجا داشتن. آدم همینه،